سلام اول از همه میخوام ازتون تشکر کنم وقتی اعلام کردم که ادامه پادکست دیگه برام ممکن نیست با سیلی از پیام های محبت آمیز شما روبرو شدم و متاسفانه نمیتونستم به تک تک پیام هاتون جواب بدم همینجا ازتون تشکر میکنم و به خودم میبالم که توی این مدت همراهان با وفا و خطاپوشی چون شما داشتم که تو این سالها علا رقم فراز و فرود های پادکست که گاهی پخشش با وقفه های طولانی صورت می و همچنین عیب و هایی که داشت همچنان در کنارم بودید و ازم حمایت میکردید امیدوارم لایق محبت های شما باشم. همونطور که شاید بودید کار پادکست این اواخر تبدیل شده بود به پروژه های سنگین تحقیقاتی که با توجه به وقت محدودم ادامه دادنش جز اینکه روز به روز از این کار متنفر بشم چیزی برام نداشت. مثلا من برای انقلاب مجبور بودم که به غیر از خود کتاب دستی کم چهار کتاب دیگه از آرنت یا درباره آرنت بخونم و فارغ از نوشتن متن پادکست که چیزی در حدود یک کتاب 170 80 صفحه‌ای شد برای ضبط قسمت ها چون یک بار از نتیجه کار راضی نبودم نزدیک به 20 ساعت زمان ببره این حجم از کار و زمان برای تولید پادکست اون هم به تنهایی دیگه در توانم نبود اما همونطور که تو قسمت آخرم هم گفتم درسته که دیگه نمیتونم پادکست بسازم اما قصد نداشتم که ارتباطم رو با شما قطع کنم و اندک چیزهای خوبی که میخونم میبینم یا میشنوم رو با شما به اشتراک نگذارم سعی کردم با نوشتن درباره کتابها این ارتباط رو حفظ کنم اما متوجه شدم این شکل از اشتراک محتوا به تاریخ پیوسته و برای جامعه امروز که کمتر حوصله خوندن متن رو داره اصلا مناسب نیست پس تصمیم گرفتم دستی به سر و گوش کانال یوتیوب پادکست بکشم و بر راحت نبودنم جلوی دوربین غلبه کنم این کار چند مزیت برام داره اول اینکه میتونم بعضی ویدیوها رو در قالب پادکست منتشر کنم دوم که چون ویدیو الزاماتی که تو پادکست وجود داره مثل اینکه محیط کاملا ساکت باشه کمتره و چون به دلیل محدودیت های اینترنت ساخت ویدیو بلند عملا خیلی سخت یا غیر ممکنه، دیدم که به غیر از راحت نبودنم جلوی دوربین مانع جدی برام وجود نداره و مزیت آخر بحث درآمدزا بودن این کاره که البته بگم اصلا چشم آب نمیخوره ما هم از این طرف با محدودیت مواجهیم هم از اون طرف و حتی اگه کانال از طرف یوتیوب به قابلیت درآمدزایی برسه بعیده که بشه روی درآمد یوتیوب حساب کرد امیدوارم که بشه اما گفتم چشمم آب نمیخوره در مجموع با توجه به این دلایل تصمیم گرفتم ویدیو بسازم و خودم رو مقید میکنم که این کار رو خیلی مرتب انجام بدم و فعلا هر دو هفته چهارشنبه ها ساعت 8 شب یک ویدیو منتشر میکنم که اولیش چهارشنبه همین هفته یعنی هشت اسفند 1402 منتشر میشه سعی کردم موضوعات متنوعی رو پوشش بدم از معرفی کتاب گرفته تا بررسی یک نویسنده به همراه آثارش پرداختن به مسائلی مثل فلسفه سیاسی و موضوعاتی از این دست خصوصا میخوام به ادبیات بپردازم که چندان در پادکست مجالش نبود و کلی کارهای دیگه که فعلا در حد ایدن تا بعد ببینیم به کجا میرسیم مسلما تداوم این کار بسته به حمایت شماست بسته به اینکه ببینید به اشتراک بگذارید و با نظرهاتون کمکم کنید روز به روز ویدیوهای بهتری بسازم حمایت شما حتی میتونه انگیزه ای بشه تا کارهای بیشتری بسازم و فاصله های انتشار رو از هر دو هفته به هفته یک بار یا حتی کمتر کاهش بدم. امیدوارم تو این قالب تازه از همراهی شما بی نصیب نمونم و همچنان ازتون یاد بگیرم. همین دیگه میبینم اتون اونجا. راستی آدرس کانال رو تو توضیحات میذارم. دو سایت هم آدرسش هست با نوشتن ادساین و بعد اپیتوم بوکس پادکست هم بعد از آدرس یوتیوب یا جستجوی اپیتومی بوکس تو یوتیوب میتونید کانال رو پیدا کنید. منتظرتون هستم. فعلا خدا نگهدار.